د معلولینو نړیواله ورځ افغان معلولینو په یو دوستانه سیالۍ سره ونمانځله. د نجونو د ویلچر او د معلولو لوبغاړو د فورسال هغه سیالۍ وي چې نن د سره صلیب په جمنازیم کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا ترسره شوې. د دغو سیالیو دوه تنو ګډون کوونکو نیلوفر بایات او محمد موسی وویل سپورت د انسان د سلامتۍ ضامن دی او هر څوک باید سپورت وکړي. دوی وایي ټولو معلولینو ته په لازم ډول پاملرنه نه کیږي، ورزش بکنن حتما، جدا از این که خودشان سلامتی می داشته باشد حتما می باشد. ورزش های گروهی بسیار زیاد سر روان انسان تاثیر داره. وقت جمعی بازی می کنن، ایدیایشان را یک جای می کنن، زیاد خوب است. از انزوا می براین، استرس هایشان از بین می رن. تقریبا در افغانستان چون در حدود 14 جنگ بوده معلولین خیلی زیاد هستن. شخصا خودم در حدود تقریبا 31-32 سال میشه که معلول هستم از این خورترکی. بعد به اصطلاح معلول در افغانستان خیلی زیاد است. دولت باید در این عرصه به اصطلاح تلاش خیلی زیاد کنه. شخصا شاید برای مثلا 100 تا معلول شاید برای یکش امکانات باشه که مثلا فرض مثال بتونه کار یا کار ثابت داشته باشه. دیگه اکثریتشون کار ندارن، بیکار هستن، همیشون مشکلات فیزیکی دارن. لادی وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي و چې په نورو وزارتونو او دولتي ادارو کې د معلولینو سهم ته سمه پاملرنه نه کیږي. د پارا اولمپیک سیالیو ترسره کوونکی کبیر خوشبین وایي که د مربوطه بنسټونو همکاري وي دوی کولی شي چې په بهرنیو سیالیو کې هم ګډون وکړي. مو نظر با جنتری سال هر سال مسابقات خود برگزار میکنیم. در کابل در بخش بسکتبال را روزی شده بخش اتلتیک بوده که مسابقات خود به شکل رسمی نظر به جلتری سال را روزی میکنیم و مسابقاتی که اگر داریم داشته باشیم مسابقات بیرون مرزی تلاش داریم که اگر ریاست تربیت بدنی هم کاری کند یا دولت بیشتر برای ورزش ملی توجه داشته باشه و بتونیم در مسابقات بیرون مرزی نیز ورزشکارها خود را به سفرهای خارجی ایزاییم. په همدې حال کې د سره صلیب مسؤلین وایي پلان لري د دې سیالیو غوره لوبغاړي یو شمیر بهرنیو سیالیو ته ولیږي تر څو افغان معلول لوبغاړي نور هم وهڅول شي. په دې اړه شکرالله زیرک د سره صلیب د جمنازیم مسؤول ازادي راډیو ته وویل انشاءالله ما پلانهای آینده ما میسه بازم که بتانیم بر مسابقات آسیایی و مسابقات بین المللی اینا رو بتانیم ما آماده بسازیم روان کنیم. ما هر سال دو تورنمنت برگزار میکنیم در کابل که تمام ولایت ها را تیمایش میخواهیم که هم یک انگیزه برشان میده که اونا تشویق شون و هم در اوج باز ما میتونیم تیم ملی را از قطع بهترینشان انتخاب کنیم. د دسمبر 3 د معلولینو د نړیوالې ورځ سره سمون خوري چې په ټوله نړۍ کې دغه ورځ په بیلابیلو ډولونو سره نمانځل کیږي. په افغانستان کې دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د معلولینو شمیر ورځ تر بلې په ډیرېدو دی او تل داسې شکایتونه کیږي چې معلولینو ته کمه پاملرنه کیږي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.